مهمان داریم. چه مهمانی! بازیگر درجه یک، بی‌حاشیه، جدی و و خانم لادن مصطفی. خوش آمدین، خوش آمدین، خیلی خیلی خوش آمدین. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. سلام. آره خسته نباشین. متشکرم برای زحمتی که میکشین و برنامه شادی که دارین. و سلام به همه عزیزانی که امشب مهمون این برنامه هست. متشکرم که آمدین. سوال کوتاه، جواب کوتاه. آره یک کلمه. اشکال نداره. نه. نه. ولی در حد حالا هر جوری که شد. اهل تونه کابونین. نه. من با یه مهمان دیگه اشتباه گرفتم. فکر کنم. اهل کجایین؟ من بچه تهرانم. تهران همین الان همین الان صحبت بچه های تهران بود. تهران به دنیا اومدین؟ نه. من کجا به دنیا اومدین؟ من تونه کابون؟ تونه کابون به دنیا اومدم. خب ببینید الان من راجع به همین موضوع حرف زدم که اکثرا بچه تهرانیم. خب شروع خیلی درخشانی داشتین در سینما با فیلم روز واقعه. چطوری این اتفاق افتاد؟ تست دادین؟ بله. تعریف کنید برامون کوتاه. کوتاه؟ تست دادم. خب بعد کجا تست دادین؟ چیزی خوندین جایی؟ کسی گفت؟ کسی معرفی کرد؟ بله. طولانی جواب. طولانی جواب. سوالای کوتاه، جوابای طولانی. روز واقعه راستش خیلی داستان جالبی داشت که چون روز واقعه سال 67 یه بار با یه سری بازیگر دیگه، آقای اسدی اون زمان که از امریکا برگشته بودن داشتن می ساختن، خانم سوگند رحمانی نقشه راهله رو بازی می کردن، نقشه زید رو آقای مرحوم مهدی فتحی بازی می کردن و بعد کلن اصلا فیلم خوابید. فیلم خوابید تا سال 72 و دوباره یک کست جدید قرار بود که بازیگر دیگه این نقش راهله رو بازی بکنه. در جریان کار خب نشد که ایشون باشن و اینا شروع کردن از تمام بازیگرها تست گرفتن، بازیگر و چهره های جدید، چون میخواستن که اون دوتا نقش اصلی چهره های جدیدی باشن. و منم خیلی اتفاقی، خب من کار تئاتر میکردم ولی اون موقع در واقع داشتم کلاس کنکور میرفتم برای مثلا بگم همه رو. نه جوابای سواله کوتاه، جوابای متوسط. متوسط. بعد تو سینما یه شهر قصه بود که اونجا من رو دیدن و ازم دعوت کردن که یادم میاد. بعد جالبه من وقتی که دعوت شدم گفتم من درس دارم نمیتونم بیام و خواهرم اون موقع تئاتر کار میکرد و اینو گفت دیوونه میدونی چه موقعیتی نصیبت شده؟ به همین راحتی گفتم که خب آخه من درس دارم نمیتونم برم شهرستان و اینا.
ولی دیگه انتخاب شدم و تصمیم گرفتم که اون نقش بازی کردم. چه سالی بود دقیقاً؟ سال 72. 72. 72. با چه کاری بیشتر از همه دیده شدین؟ همین کار یا نه؟ تا همین امروز. تا همین امروز نمیدونم. من کلا یه روند کندی رو پیش گرفتم برای آخه هیچ وقت دغدغم معروف شدن نبود. سعی میکردم کاری رو انجام بدم که دوست داشته باشم و خب خیلی هم نمیشه ایدئال با ایدئال های خودت پیش بری توی این حرفه، به خیلی عوامل دیگه بستگی داره، ولی سعی کردم که تا اونجایی که میتونم به اون چیزی وصل بشم که به هم نزدیک باشه و بتونم کاری باشه که تأثیری رو بیننده داشته باشه. و این نمیتونم الان بگم مثلا کدوم کار تلویزیون یا کار سینما باعث شد که من بیشتر شناخته بشم در بین مردم. تلویزیون قطعا خیلی نقش داره و سریال هایی که کار کردم، من اخیراً سریال پریا رو کار کردم بعد از مثلا 10 سال حدوداً، ولی مثلا 3 تا سریال که قبلش کار کرده بودم قبل از اون 10 سال جزء مثلا سریال های پربیننده اون زمان تلویزیون بود. قطعا سریال هایی که کار کردم خیلی تاثیر داشت در نگاه بیننده. چند سالتونه؟ ای وای. 20 اسفند 1351. میشه چند سال؟ 44 سال؟ آره دیگه، 43 سال و چند ماه. 43 سال و چند ماه. فوقش 71. چه ماهی؟ اسفند. 20 اسفند. 20 اسفند 51. خیلی هم عالی. سر همون روز واقعه آشنا شدین با آقای اسدی؟ قطعا. عاشق شدین؟ قطعا. آقای شهرام اسدی کارگردان فیلم روز واقعه و همسر خانم مصطفی. تفاوت سنی زیادی دارین. بله. 40 سال؟ چقدر؟ نه 20 سال. ببخش. 20 سال؟ تقریبا. 20 سال. تقریبا. سبک زندگی ویژه‌ای دارین ها؟ مثلا گیاهخواری؟ نه. نه؟ نه. مثل همون تونه کابونه؟ چطور؟ اهمیت به سلامتی میدین؟ خیلی. آره، آره، خیلی. و ورزشی؟ دوست دارم. آخرین سریال همین چی گفتین بود؟ پریا. پریا. بازیگر بی‌حاشیه‌ای بودین در تمام این سالها و این مراقبت چگونه است که یک نفر بی‌حاشیه میشه؟ نمیدونم، به خیلی چیزا بستگی داره. ولی یه چیزی که شاید کاملا یک رفتار شخصیه، این که به خلوت و آرامش شخصی و فردی خودم خیلی اهمیت میدم، خیلی به اون حریم خصوصی خودم خیلی اهمیت میدم. الان تو یک شرایطی هستیم که چیز شبکه‌های اجتماعی یا تبلیغات یه جوریه مثل یک موج آدم رو میبره و مقاومت کردن ازش گاهی وقتا سخته. درست. یکی از دوستانم اصرار داشتن که من حتما باید صفحه اینستاگرام داشته باشم و هیچ وقت خب لزومش رو نمیدیدم که خب چرا من باید صفحه اینستاگرام داشته باشم. به خاطر ارتباط با مردم. ارتباط با مردم خیلی خوبه، ولی من یا مثلا گفتگو، مصاحبه، من الان سالها حتی مثلا تو برنامه تلویزیونی هم شرکت نکردم و خیلی فردیه. من اصلا چیز نیستم که بگم که کسی که تو این برنامه ها شرکت میکنه یا گفتگو میکنه یا اینا بخوام زیر سوال ببرم، ولی خودم به شخصه فکر میکنم که
من باید بتونم در یک شرایطی قرار بگیرم که کارم رو درست انجام بدم. و کار من بازیگریه، من این حرفه رو انتخاب کردم و حرفه خیلی سختی هم هست، خیلی بعضی وقتا سرشاخه های تیز و گزنده ای هم داره، ولی سعی میکنم حرفم رو در قالب کارم در با به هر حال اون شکل زندگی به بیننده بگم و اینکه بخوام در قالب کلام بیارم و نصیحت بکنم و حرف بزنم و بخوام چیز بکنم، نمیگم در توان من نیست، کار من نیست. درست. چه عادتی دارین که دوست دارین ترکش کن؟ خیلی نمیتونم همه رو چیز کنم. غیر از بدقولی که دارین؟ خیلی بدقولم. خیلی. خب؟ میخواین محسناتتون رو بگیم؟ اونا رو که اصلا نمیتونم بگم. خیلی زیاده. تعدادش خیلی زیاده. بدقولی، آره، یکی از شاید بزرگترین ایراد من و شاید برمیگرده یه مقداریش به همون اینکه من خیلی خیلی تو اون فضای خصوصی و شخصی خودم هستم و کم با اجتماع و آدم‌های اطراف خودم ارتباط دارم، شاید یکی از دلایلش همین باشه. اینو میفهمم چون منم اینجوریم، دلم نمیاد من مثلا باید تو اینجا باشم، بعد دلم نمیاد از خلوت خودم بیام بیرون، به خدا. بعد زور میزنم، هی خودم رو گول میزنم، هی فلان میکنم، میچرخم، اینا شیش میرسم یه ها. همه دیوانه هم. آره این خیلی حرف درستی بود. شما متولد چه ماهی هستی؟ این فروردین. این بدقولی ها اب نداره، اشکالی نداره. خب چیزی هست که دلت بخواد بگی؟ از این رسانه، راجع به سینمامون، راجع به روابط، راجع به فرهنگ، راجع به اجتماع، راجع به هر چیزی که معضله، هر چیزی خیلی که... چیزا معضله و خیلی حرف و دلم میخواد بگم، ولی اگه میشه یه ذره فشردش کرد. دلم میخواد که رسانه و سازمانهای فرهنگی هدفی رو دنبال بکنه در جهت اینکه یک جامعه مهربونتری داشته باشیم. ما علارغم اینکه میگیم ایرانی‌ها خیلی مهربونن، خیلی نو دوستن، خیلی به طبیعت احترام میذارن، به حیوانها احترام میذارن، به همدیگه احترام میذارن، ولی در عمل ما چیزی نمیبینیم. شما مثلا تو رانندگی، این فرهنگ رانندگی مردم کاملا بخشی از درون اونهاست، چون آدم اگه اون مهربونی رو نداشته باشه و اون آرامش رو نداشته باشه، حتی به اون چیزایی که ایمان داره، فکر میکنه و اعتقاد داره نمیتونه درست عمل کنه. درسته. فقدان این خصیصه و این عنصر مهم انسانی خیلی زیاده. بعضی از مردم خشونت درونی دارن و بعضی، خیلی تعداد کمی، از 80 میلیون 3 نفر اینجوری هم. بزرگترین رویای شما چیه؟ بزرگترین رویا، من یه رویایی دارم، شاید یه روزی انجامش بدم و قطعا انجامش میدم، اینه که دوست دارم یک مجموعه سالمندان برای هنرمندای سینما ایجاد کنم، چون سالمندان سینما خیلی شرایط خاص‌تری دارن به نسبت سالمندان دیگه. دلم میخواد یک مجموعه ای باشه که توی اون
بتونن راحت زندگی کنن، یه مرکز درمانی کوچولو داشته باشه اونجا بتونن بهشون کاراشون رسیدگی کنن، سینمای کوچولو داشته باشن که اونجا فیلماشون رو نشون بدن، امکان مثلا یه سالن کوچولوی ورزشی باشه بهشون رسیدگی بشه در شأن و احترامشون، و هم صحبتایی داشته باشن که از جنس خودشون هستن، میتونن حرف مشترک داشته باشن. این واقعا یکی از رویاهای منه که امیدوارم یک روزی محقق بشه و بتونم یک همچین مجموعه ای رو برای سالمندان سینما ایجاد کنم. اگر مثلا منم بیام وسط، فکر میکنین بشه این کار؟ امیدوارم. آره، چون خیلی کار فوق‌العاده است. اما یک رتوشی بکنم اگر موافقین که این کار انجام شه، اصلا از همین هفته دیگه انجام شه، ولی رتوش هم اینه: هنرمندان، یعنی عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی، موزیسین، بازیگر، کارگردان، هرچی، تمام هنرمندان سالمند کشور. بله. نه سینما فقط. بله. بله. درست میگم؟ بله. بهتر نیست. بله. چون یک بانوی شاعر قطعا وضع خوبی نداره. دقیق. برای اینکه یا نویسنده یا فلان. هنرهای دیگه اوضاع بدتر از سینماست. یعنی باز بازیگران، باز کارگردان‌ها. ولی کسی که اهل قلمه، کسی که نقاشی میکنه، کسی که گرافیسته، کسی که مجسمه سازه، محجورتره و اکثرا آدم های تنهایی هن. بله. پس این کار میکنیم دیگه، انشالله با کمک به موزه دور همی چی میدین؟ موزه دارید؟ یه موزه ای هست، موزه دور همی، که هر مهمانی که میاد یک چیزی به ما، به این موزه هدیه میکنه. آه. که به نام خودش ثبت میشه و مجموعه اینها در آخر برنامه فروخته میشه و صرف امور خیریه میشه. هر چیزی میتونه باشه، اصلا بهاش مهم نیست، هر چیزی. چیز با ارزش، چیز خاطره برانگیز، یک نشان، یک هر چی قدیمی. آره باشه، ولی باید بگین. باید بگم؟ باید بگین که چی. آها، یه چیزی میدم که مال تونکابونه. خب یه پارچه هایی هست اونجا میبافن خانومای روستایی با دست، با این ماشین های دستی میبافن، بهش میگن چادر شب. بعد رنگ های، بعد شما دو تا چادر شب عین هم نمیبینین چون اصلا هیچ نقشه ای نداره. اونها رنگ های خیلی فکر نمی کنه برای انتخاب رنگ، و این رنگ ها آره کنار هم دیگه خیلی رنگ های خوشگلی میشه. من به موزه دور همی یه چادر شب هدیه میکنم. خیلی ممنونم، خیلی با ارزش. خیلی ممنون که آمدین، متشکرم، خیلی لطف کردین. ممنونم. به امید دیدار. خوشحالم تو برنامه‌تون دیدم. مرسی. متشکرم. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی، خیلی ممنون.